به نام الله یک تا توانا. السلام علیکم خانواده عزیز، بانوی گرامی، خدا کنه صحتمند باشین و برنامه خدا هم ببینین. قواره گرامی بیندای عزیز برنامه بانو، السلام علیکم. خرسند هستیم که باز هم در خدمت شما عزیزا قرار داریم. وقت نشر برنامه شما عزیزا فرا رسیده و خوارم که میخواین به برنامه با ما به تماسن به 8656 زنگ بزنن. خوارم که خارج از کشور میخواین با برنامه با تماسن 0796-00-8656 دایل بکنین. برنامه ما به مدت نیم ساعت به طور زنده به نشر میرسه و پیام های شما که از طریق 456 هم موصلت بردیده، پیام های شما نیز با ما هست. دو موضوع فرزانجا. بله. موضوع اول که یکی از خانم های بسیار شجاع برجسته، دوستو خبر دارن که در حادثه بسیار شدید انتحاری جان به سلامت برد، ولی حالت روانیش تا اندازه گرچه خوب هستن، بسیار خوب هستن. خب یک وقتی که تو یک حالت بالا انسان بده خب یک وقت میگیره. خانم شکریه بارکزی مرا گفته که از طریق برنامه ما به تمام دوستا سلام های مرا برسان. بله. واقعا گفت برشان بود که من دوستتان دارم. بله واقعا یک خانم هستن که بسیار مهربان با عاطفه و واقعا که همه مردم دوست دارن و بخصوص خانم آره. بله واقعا با اطفال خارده بسیار خانم دلسوز، واقعا خانم هستن که قابل افتخار میهن ما هستن و جای بسیار شکر است که بخیر بخوبی سالم و سلامت هستن. دکتر صاحب که همه قدر مردم ما هم دعایشان میکنن، همو دعای مردم ما بودن که شکر جان به سلامت بردن و شکر سلامت هستن و ولی صحت دارن. یک چیز فرزان جان باور میکنه که یک احساس بسیار عالیه این خانم برجسته افغانستانه که من دیدم که امو لحظه که انفجار شده بود که چی حالت داشت، در همون لحظه در فکر خود نبود، میگه فهمی زخمی ها رو تیزه کرد. بله بله بله. او خانم که در او حالت امو دخترک کفتیده. بله. بود امو لحظه در فکر خود نبود، با وجود که بسیار یک شدید ضربه یک ترامای مغزی دیده بود. بله. ولی با آن هم در فکر مردم بود. بله. همین جای افتخار است. این یک امانت بود که من خواستم از طریق برنامه خود برای مردم عزیز ما و خوارای عزیز بگویم. بله. موضوع دوم فرزان جان، موضوع دوم یک خواهر برای ما شما زنگ زده بود اگه یادتان باشه. بله. گفت که من یک اینقدر مشکلات دارم که مشکلات من در کاغذ جای نمیشه. بله، گفت تلفنم گفت گفتن نمیشه. گفت تلفنم گفتن گفت من یه کتابچه براتون نوشتم میکنم. خب ما منتظر بودیم این کتابچه خود آوردن برای ما فردان جان. بله. در کتابچه صد ورقه کل مشکل خود را نوشته کرده بودن، ولی برای ما بسیار جای جالب است که در یک کتابچه صد ورقه اینا مشکل خود را تقریبا در چند ورق محدود خلاصه کردن. بله. شاید در حدود یک ده ورق شوه. بله. تمام مشکل خود را در همه قدر گفتن. باز من برشان گفتم، گفتم مال خود، گفتی که از من خود چی جوین کتاب چه میشه. بله. ولی اینا گفتن که من خلاص براتون نوشتن کردم که خسته شما نشین. ولی خب بر صورت شما دکتر صاحب چی یافتین از این کتاب چه واقعا دمی ده ورق همه قدر مشکل است یا تنها فقط یک مشکل؟ فردان جون یک موضوع اساسی را که من میخواستم براتون بگویم که بعد اوقات ما یک چیز را براتون در برنامه بارها گفتیم که مشکل ما بسیار زوم میکنیم با چشمای خود. بله بله. همیشه بسیار اون نزدیک است. اگر هر قدر که ما امی مشکل دور کرده بریم باز مشکل بسیار کوچک میشه و برعکس ما بزرگ شده میریم، مشکل بسیار پیش پا افتاده میشه. در مجموع در امی کتابچه که دخترک نوشته کرده بدن من کدام مشکل بسیار جدی در این نیافتم. یکانه مشکل اساسی از اینا یک مشکل اقتصادی هست که همیشه دامنگیر از یا بوده که در جمع تقریبا اضافه نشه 80% مردم بار داره. بکن 80% که زیادتر شما که شاید که این مشکلات اقتصادی هست. و اینمی مشکلات اقتصادی این چیزهایی که خودتان نوشته کردین خب در همین مسیر میگه روزگار چون بد شود یک بد ده میگه هرچی آید بد شود ایره نام شاعر شیادم رفته، یکی از شاعرهای بسیار برجسته هست که میگه روزگار چون بد شود یک بد هرچی آید بد شود یک بد ده گردد ده صد شود. بله. پشه غالب شد بر هر کرگسه پهلوانی را بغلطاند خسه بشکند گردونه ای را شاخ گو کور گردد چشم حقل کنج کاو. بله دکتر سبین که یک تماس بشنویم و بعدا باز دنبال میکنیم صحبت های دکتر سبین. بفرمایید.
السلام علیکم، خوب هستید؟ تشکر. بفرمایید. می‌خواستم با دستم سر بفرمایین خواهر امی، لحظه هم کلام هستیم مشتاییم، بفرمایین. میخواستم بگیم نمیشه دلقید هستم، دلتنگ هستم. دلتنگ هستیم. دلم میشه گریان کنم، گریانم نمیتونم. میگین گریبان خدا پاره کنم. خواه دیگه نمیتونم چیکار کنم. چند ساله هستی؟ 20 ساله. عروسی کردی؟ نه عروسی نکردی. از چی چیز زیاد رنج میبرید از زندگی؟ چی چیز رنجت میده؟ از این مشکلات خانوادگی. همی یک جای برین که همی صدای اطفال نبه. بله. خب این مشکلات خانوادگی چی است؟ خب دیگه تصفانه تماسشون قد شد. خب بر صورت بعد هم ادامه میتیم برفای از این خواهر که کتابچه رو برای ما آورده بدن. بله. گفتیم بعض اوقات یکان حالتهایی که در زندگی انسان می یک مشکل دیگه مشکل با بار می یک مشکل دیگه مشکل بار می اون مشکل از مشکل انبار از مشکلات میشه. چرا در همچوالات می انسان به خداوند پناه ببره، از خداوند مدد بخواه؟ به خاطر از اینکه باز یگان وقت میگه می دروازه یک کس را که یک بار مشکل دقل باب کرد نمی غم. بله بله بله. باز دیگه دیگه پشت از او آمده میرنی. یکی از استاد دکتر صاحب قصه کردن، گفت که من یک مشکل داشتم، گفت که من برای مشکلم واسطه می پالیدم. گفت گای پیش یک دوست ما میرفتم، گای پیش دیگه دوست ما میرفتم، باز او رهنمایی میکرد به کس دیگه، او رهنمایی میکرد به کس دیگه، و روز به روز این مشکل من زیاد شده میرفت. بالاخره گفت که من یک روز گفت به جای نماز شیشتم و نماز میخواندم، دعا کردم، گفتم اونجا دفعتن در این فکر ما آمد که بزرگترین کسی که واسطه تو است امی نماز تو است با خدا، پس چرا امین مستحکم نمی کنی؟ چرا امین دعای تا به خداوند نمی کنی که تو آسته می پنی؟ بله. پس بزرگترین کس ما خداوند است. بله. بزرگترین چیز انسان انمی است که در غم و غصه فقط خداوند فراموش نکنیم. بله. تماس دیگه هم داریم، بفرمین خوار. بله سلام خوار، خوش آمدین، بفرمین. دکتر سر ما یک مشکل دارم که در قدم اول سلام خدا به شما و به بینده عزیز خود میگم، نام آرزو از دعلان به تماس دارم. خب بفرمایی ناروزی جان. دکتر سیم من پدرم به شغر خال به بچه خاله نامزاد کرد، بعدم 2 سال بچه خاله بسیار زیاد قسم جنجال به تلفون قسم تکلیف روانی، بعدم من با مو حالتشم قبول کردم و روسی کردم امروز وقتی به خانه شان گرفتم یک دو سه روز شده بود که مادرش بسیار جر بست کرد، باز از مادرش خلاص شد، باز خود شوهرم سلاحی مدیسی کرد گرفت برد، تمام نان خود میکردن در خانه و خود خسرم گرچی در خانه نبود وظیفه داشت، وقتی که میامد تمام حرفای خانم خود گوش میکرد، من که گپ میزدم من میگفت تو بی‌تربیه هستی، تو ادب نداری، بسیار گپای چتی که تو گفته نمیشه در تلویزیون، بس بگویم فلانی بودی فلانی بودی، خود تو به پدرم گفته نمیشه، تو پدر من میگه وقتی که بچیش آمد در خانه من گریه کردم که طلایی من نیست، طلایی من چی کردی؟ قتل آغاز به چشمم زد، چشم مرا اوگار کرد، بعد ما بیادر ما آمد بیادر ما ردی بعد تا خالیم به قسم میمان آمده بود، وارم گرفتن امیش شور خالیم پس به جانشان رفت، وار بیا بیا کرد که شما چی گفته آمده سنایی به شما چی گفته بود، در حالتی که من آلند چشم ما بسیار سوز گشته بود، وقتی به خانه ما رفتم پدرم پرسان کرد که تو چرا طلایی خودت بردی؟ گفتم نه، برای من گفتن که طلا را آرزو گرفته در دسکاول انداخت در خانه خود میده، در حالت که من در کار خانه در وزیفه خانه مصروف خانه بودم، بسیار حالت وخیم، وقتی که جاست خودت من یک دکتر هستیم من قابلگی را خواندیم، باز من خواستم برم پنتون حکیم تنایی را بخوانم، برو در سمستر دو باستم باشم میخوانیم خوش میشه، البته از خاطر من میرم امو رو میلاد ازم در کنج خانه ششتم و ایجا تومت های ناغ مخصوص دختر فلانی بودی خط فلانی بودی خط فلانی بودی بعد می... بله. خب ما خواره عزیز من میگم که یکم وارم مشکلتان عاجل بگین که اصل مشکل در کجاست، چی گپ است، بخاطر این تماستان قطع میشه و ما از همه قدر مشکل اساسی تان گرفته نمیتونیم که حالا مشکل در کجاست.
این تماس از این خوارم قطع شد، ولی مشکل اساسیشون به اون شکل ماند. بله چند موضوعی را که گفتن که شوهرم چنان کرد چنان کرد، ما فقط هم قدر گرفتیم. بله. بر صورتش بازم حرفای خود ادامه میتیم برام خواهر که کتابچه خود برام آورده بودن. یک موضوعی بود که فرزان جان بار بکنین که تنها اینجا گفتیم موضوع اقتصادی هست. موضوع اقتصادی پیشتر هم گفتیم که ای در افغانستان به حد زیاد است و حرفای دیگه هم زیاد داریم در مورد از این خبر، ولی یک وقفه کوتاه میگیریم و زود برمیگردیم. وقتتان خوش بانوی عزیز، و فکر میکنم که گپایتان دکتر سه به خواهر ما تمام شد، کتاب چک روان کرده بوده. نه فرزان جان، کتیزی بسیار گپای دیگه هم دارم در آخر کتاب چم برش نوشته کردیم. بله خودمان. بله ما خواندیم. بله بله مامور برش نوشته کردیم. بله از اخبار با تقاضا دارم که به کتابچه خدا بگیره، با دو مسئله که من برشان نوشته کردیم اگر بخوانم بخوانم. خداوند میربان است، هیچ کسی به یک حال نیست. زندگی رسول انسانیت فخر موجودات حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بخوانین. کسی که خداوند بروی از همین دنیا را پیدا کرد، شما یک دفعه ببینید که در دنیا چه قسم زندگی کرده، باز شما از این مسائل باز شکایت بکنین، پس به او خاطر میرسین بخیر، به سرمایه هم میرسین، به مو هم میرسین، با در اون وقت هم ببینین که آیا زندگیتون خوش هستی. یعنی خوشی در نهاد خود انسان است، همیشه در نهاد خود انسان خوشی را جستجو میکنه. خوشی نه در سرمایه است، نه در زندگی است، نه در دنیای دیگه است، فقط در پیش خود انسان است، در نفس خود انسان است که را خود جستجو بکنه پیدا بکنه. بله و بانی با ما به تماس شده بودن، مشکل خود گفتن، گفت که زیاد دلتنگ هستم، میخوایم گریه بکنم اما گریم نمیایه، و گفته دلم میشه گریبان پاره بکنم و 20 سال عمر دارم، عروسی هم نکردیم، و فکر میکنند که مشکلات امی مشکلاتشان ناشی از مشکلات خانوادگی است. خب یک چیزه که خواهرای ما باید در نظر داشته باشن که وقتی که یگان حالتهای بالایشان میه، حالا خمی زندگی فردان جان خب برای ما معلوم است که در کدام یک حالت است، باور بکنین که در بسا موارد آفرین به تمیم تمام ما که در این کشور زندگی میکنیم. این حالت برای ما هم معلوم است، یک جای سیر و سیاحت، یک جای تفریح ما بدون از او خیر چرا اون رو نمیخواییم دکتر سیمون، تا خصوصا در این وقتهای نزدیک و هنوز چشمت باز نشده که انفجار است، انتحار است، با یک مشکل صبح از خواب بیدار میشی. بزرگترین مشکل فرزان جان در تمام دنیا اینمی جنگ و جدال نخواهی اینمی سرکلگی تاثیر مگذاره، اینمی خود انتحار، انفجار، اینمی ترالت ها یک ترامای بسیار شدید است که بعض اوقات بالای مغز می و ای به اندازه این مغز ناراحت می سد در جن بشزو. دیگه مسائل هم زی دخل است، مسائل اقتصاد است، مسائل پرابلم های خانوادگی است که یا هم یاد کردن از او است، و اینمی بعضا مشکلات دیگه هم که همون موضوع که گفتم که انسان ضرورت داره مطلقاً که به یک جایی به خاطر سیر و سیاحت و یک جایی بره، اینمی مسائل هم بسیار مهم و حساسی هست در زندگی انسان، و بعضا مشکلات خانواده هم زمینه زی است که باعث زمین میشه که بعض اوقات انسان میگه گریبانم پاره بکنم، ولی به خاطر تخلیه روحی همچو مسائل در همچو حالات بهترین راه هست که در تنهایی تان همی بالش تا بانین سر تان بانین تا میتونین گریه کنین. گریه بالای باعث تخلیه روحی میشه و آرامتان میسازه، ولی نه به شکل که باز بسیار زیاد شوه و قسم شوه که باز دیگه هر روز دیگه هر ثانیه گریه کنین. ولی اگر همچو حالات میه باز حالتتان بهتر میسازه، ولی به تنهایی، نه در مقابل کسی که باز کلگی باز به نام گریان روی یا گریان رو که یا افسوس بکشن یا چود چود بکنن که دو چند با مشکلشان زیاد شده با باعث ترحم از یا برانگیخته شوه، به این شکل نه، ولی به اینمی شکل که مثلا نگان وقت حالت میه، وقتی که اگر بسیار شدید نباشه، اگر شدید باشه براتون توصیه میکنم که کوشش بکنین که نزد دکتر صاحبای امراض روانی باید مراجعه بکنین که حالتتان باید قابل تداوی هست، باید درمان شوند. در غیر از او باز حالت بسیار پیشرفته میشه، دیگه مشکلات، دیگه پرابلم های گپار ایجاد میکنه. من در مراحل اولش گفتم که بسیار مهم است، یک چیزی که بسیار مهم است که در خانواده، خب حالا یک مشکل اساسی ما مشکلات ای است، اگر کس توانایی از ایره دارن بسیار مهم اساسی است که در خانواده
مثلا یک مایی خانه بله بسیار بالای روان انسان اثر بسیار مثبت به جامعه میگذاره، چون ما نداریم یک چیز معادلش را جور میکنیم. بله بله. اما معادلش هم درست است، اگر در لب بر ما شما نداریم که بر تماشا بکنیم. بله. اونمون میگه اگر نرسیدی به دریا به قدرت اکتفا کن. بله. اینمی خود داشتن یک مویی خانه در یک جای بسیار بالای روان یک انسان اثر بسیار مثبت به جامعه، فقط نگاه کردن به طرف از اون. اینمی موضوعات است که باعث ازی میشه که انسان حداقل شاد شود. ولی حالتهای پیشرفتش او فقط و فقط درمانتان دکتر امراض روانی است که بر شکل که میشه باید مراجعه بکنید تا که از این مشکل رهایی بیابید. یک تماس هم است، میشنویم کدام دوست ما هستند، بفرمایید. سلام علیکم. السلام علیکم، خوب هستی؟ شما خوب هستین؟ ما یک خانم هست که معلم هستم، مثلا بودم آل تقاعد کردیم، ما پنج اولاد ما کلان کردیم، وقت که رسیم عروسی. بله هستین روی خط؟ ما باشین خیلی بسیم یونوتم کم مونده. خب خب زنگ میزنم یک دقیقه مونده. خدا حافظ. خب دکتر سه با استفاده از وقت یک وقفه کوتاه میگیریم و زود برمیگردیم. وقتتان خوش بانوی عزیز و تماس که داشتیم. آرزو جان بود از ولایت بغلان، گفت که پدر مرا با بچه خالیم نامزد ساخت. اول در نامزدی بچه خالیم همراهیم زیاد جنگ و دوام میکرد، او را هم گذشته همراهیش عروسی کردم. بعدا گفت که مادرش همراهی من جنگ و دوام کرد و بچهش هم طلاعی من گرفت فروخت، و وقتی که من ازش پرسیدم که طلاعی من چو شد، همراهی لگت به چشمم زد و چشم مرا افکار ساخت. و گفت که برادر من مهمانی آمده بود خانه خالیش و از این موضوع با خبر شد و من را گرفته خانه پدرم رفتیم. و گفت که آل هم گفته که مشکلات در بین ما وجود داره و تماسشان قطع شد، نفهمیدیم که بعد از این چی گپای شد. اما همه گپایش مشکل شمی بود که گفت که مادرش، البته خالیش و شوهر خالیش و نامزدش همراهش مخالف هستند. خب بر صورتش میگن که زبان باز است. یک موضوع است که یک کسی که طلای خانم خود دوزی بکنه، دیگر نام مرد چطور بالای دم بگذاری خودت هم بکنه. ولی یک مرد یک زن اتکاش بالای امو شوهرش است. بله. که شوهرش بر ازی زندگی جور بکنه، خصوصا در جامعه افغانستان که وابستگی اقتصادی وجود داره. و همی وقتی که یک مرد طلا را دوزی میکنه، باز خود اگر دو چی تم توقع داره؟ عالمی طلا اگر در بین خانه میباشه، خب مربوط خانه میشه. اگر باشه خب این دیگه از امو خانه هست دیگه. این وقتی که شوهر دوزی بکنه دیگه در بین چی ماند؟ خب یعنی فرق بین خانه یک بیگانه و خانه خودش دیگه نماند هیچ. خب بر صورت من نمیفهم که چه قسم تربیه شده در خانواده. بله. تربیه مهم است فرزند جان. ما چقدر زیاد تاکید ما سر تربیه است. تربیه در یک خانواده، پدر مادر که چه قسم یک طفله، تنها این نیست که طفله بزرگ بسازه صبح زن بتشه. بله واقعا. خب اون نتیجه شمی میبینه که طلای خانم خود دوزی میکنه. بله. او هنوز خودش متکی به خود نیست، تکا نداره، یک چهار پر پدرش یا مادرش از یک جای دیگه یک ذره طلای خود داده و رفتن و پول یک مقدار پول جمع کردن، عروسی جانه کردن. حالا او رو خب بگذارین که میگه مرد خود چه سابق میگفتن تا مرد عسکری نکده باشه مرد نشده، به خاطر سردی و گرمی دنیا رو باید دیده باشه. پس به خاطر حال بسیاری کسا فقط من نمیفهم که نمی چی عوض ارمان است که ما عوض ارمان همی از همی بچه مزن شدیم. عوض ارمان همی مشکلات دارن دیگر که بعدنشین همی مشکلات است دیگر. بله این موضوعی است که باید پدر و مادرش به هر شکل که میشه بچه خود بفهمانن، اونا رو زندگی رو یک بار تشریح بکنن برش. زندگی قدر سادام نیست که هر کس فقط پایبان روان باشه. اینجا خواه هر کس روان است، این جادی پرخم و پیچ است که بعض ها با دیده باز هر دو چشم دارن روان است، بعض ها عینک گذاشتن، بعض ها کور روان هستن. گنا هر جای باید خورده برن، هر جای باید بفتن، باز کسی دیگه باشه که دستشان بگیره، باز بس اینا رو در همین مسیر روان بکنن. پس به او خاطر اینی خانواده، نقش خانواده پدر و مادر است که باید بهش کدام شکل اولاد خود بفهمانه و او برخوردهای نادرست. و یک موضوع فرزند جان که نام گفتن که وقتی که من گفتم که اونا با لگت به چشمم زد، ببینید چشم بسیار یک جای نازک است و بعض کسا از فرزانجان من میبینیم که اینقدر برخوردهای نادرست و زشت با یک خانم میکنن که هیچ
نمی فهمن که چه قسم با یک خانم مثلا در یک جای دیگه در یکی از اوضاع امنیتی من شاهد ازی بودم که یک خانم آوردن گفت فیورای شیر لد کرده، تماما مویش پر از خون بود و گفتن که کمرای تفنگچه دفتر سر زدن. شما خودتان ببینین، یعنی هر موضوعی که باشه این قسم لط و کوب کردن، این قسم رفتارها با خانم، خانم لحظه چشم بسیار یک جای نازک است. اگر بر یک نفر ببینین هر چیزی که مثلا زورشون رسیده کار میکنن دیگه، ولی فکر نمیکنن که فردا رو زندگی ازی چی میشه با اتی یک برخورد خشونت آمیز با یک کسی که چشمش کور شه، دستش بشکنه. خب دست شکستن خب بازم ترمیم میشه دوباره، ولی چشم که یک دفعه از بین رفت، خود ضربه بالای خود مغز بسیار نادرست است و کوچکترین یک ضربه وارد کردن به سر عوارض جانبیش اگر 20 سال بادم به، اگر مبتلا به اپلیپسی یا مرگی شوه از وجه نمی یک ضربه بسیار کوچک بوده میتونه. پس به او خاطر اینمی موارد بسیاری از خانواده اصلا متوجهش نیستن و هر دیگه هر بدماشی که در بیرو میکردن فکر میکنه خانمش هم از جمله از اون بچه ها هستن که با اینا هم اینمی یک برخورد بکنن. پس به این صورت اینمی ده یک مرد خانواده که بارد از پدرش هست باید برش بپامنه و در جنبش پدر وکیل در خانواده ها وقتی که میگیرن در وقت نکاح، وظیفه پدر وکیل امی نیست که صرف و صرف مرد تعیین بکنه، تنهای گپ نیست، اونمو وکیل دختر است. تا آخر عمره باید وکالت شب بله. کنه بله. در بسیاری از شهرها کوچکترین موتر اگر اکسیدن میکنه اصلا او انسان که دو دیگه گپ نیست بله. میگه با کمرای وکیل صحبت کن بله. یعنی در زندگی زن شوری در همچالات هم پدر وکیل نقش اساسی و کلیدی داره، وکیلش هست، اونمو باید بیاید پیش پرسان بکنه که طلاهای خانمش کجاست، چرا این خانم لاتو کوب شده، چرا این خانم ناراحت است، مشکل در کجاست، هر چیزی که باشه. اما برخلاف تنها در شب عروسی که وکیل انتخاب میشه تا آخر عمر کس وکیل نمیبینه دیگه، کس وکیل نمیبینه. خب گفتم تنها به خاطر عمر تعیین میشه که باز عمرم باز قسم مندازن که در جای فرزند جان گپای بسیار بیمانا بیمانانی یه جای مشته بودم آدم خنده میگیره اگر بارسون گپای شما خوب یخ نمی باشین چون در فیلم میبینین بله فیلم است آدم میبینه اوجه باشین. یک کس در یک جای عروسی بود گفت 100 لک رو پنوشته کنین در حق مرش. خب او بچه همی پیسی عروسی خود قرض کرده ایرج عروسی کرده. خب یکی گفت از خاطر اهل مجلس چه قیلا میته خود 10 لک از خاطر از او 20 لک از خاطر از او چنان در کجا رسید امی مولای صاحب که نکار رو بسته میکرد گفت از خاطر امی دکتر صاحب که امی جششته گفت خواه ده لگ رو پام از خاطر دکتر صاحب من صدا کردم گفتم لطفاً لطفاً امو ده لگ رو پر از خاطر میلان کردم امو ده لگ رو پیش نقد برای ما بتین ایچ امو دی هش لگ شما شما اینی در اونمو گپ ما بود که فقط گپای غیر مسئولانه بله. کارهای غیر مسئولانه و بعض اوقات در امی مرک من میخوایم در برنامه های آینده با سر ازی زیاد فوکس زیاد داشته باشیم بله بله. در مورد امی عروسی ها و امی گپای بیمانا و بیمفهومش که بین خانواده ها چقدر مشکلات چقدر جنجال ها را به بار میانده در برنامه های آینده سر صحبت بکنیم. ولی امی موضوع پدر وکیل بود که پدر وکیل این موضوع جنگ و دعوا نیست که اونم وکیل خانم است. باور کنین دکتر سبگان خانم ها رو پرسان بکنی که ام وکیل که تو میگیری امی چی وظیفه داره, بر چی میگیریش؟ دکتر سبری میگه پر همی فامن یعنی چی؟ تو فکر میکنن که کس هست میای فقط پرسان میکنه که آیا نمی کس قبول داری نداری فقط این نمیس وظیفهش خب یک رسم شده فرطان بله بله. فقط یک رسم یک رسم که نمی... در حال که هر کس اگر اینمی چیره دقیق بفهمه که اینمی معنا و مفهوم اساسی از اینمی چی است و چرا دو نفر شاهد میه، چرا اینا پدر وکیل خود تعیین میکنن، آیا صلاحیت از زیر داره که یک زن بگه نه من پدر وکیل تعیین خودم وکیل خود است هیچ ضرورت ندارم آیا امی صلاحیت داره؟ اینمی نمیفهمه اونم دکتر بر فامیلش میفهمونه که تو در عروسیت وقتی شاهد آمد پرسانت کرد که وکیلت کیست بگوی نیست حتی خودش نمیفهمم من وکیل ما کیره بگیرم خب بر صورت اینمی وظیفه پدر وکیل است که از اینمی خوار باید دفاع بکنه و به خاطر از این که هر مشکلی که بالایشان میه باید که ایره پرسان بکنه و پیدا بکنه و مهم اساسی در خانواده بادم اگر وقت داشته باشیم بسیار وقت ما محدود است اینمی موضوع
مهم اساسی پدر و مادر است که باید وظیفهشان تنها در می ختم نمیشه که یک بچهشان جوان شد اون را عروسی کردن یک چهار پا قرض کردن دیگه ختم نمیشه. زندگی رو برشان بیاموز که یک مرد میشه، مرد جان خود میشه، با چهار روز بعد دشمن از بچه خدا میشه، اون میگه بر از خانه، با دوام راه خدا گم میکنه که حالا کجا بره، نه خانه داره نه زندگی، نه جای کسی که طلای خانم خود دوزی میکنه. بله. شما خودتان فکر بکنید. این تماما مسائل برمیگرده به تربیت. بله خب دکتر صاحب بفرمایید. وقت برنامه ما دوست عزیز تمام شد. ناگزیر هستیم با شما خدافیزی بکنیم. تا تقدیم برنامه آینده خداوند حافظ و ناصر همه‌تان. وقت خوش، خدا نگهدار.